مصطفی مستور وزیر محترم اقتصاد محترم اگر اشتباه نکنم ناوارو نماینده UNDP در افغانستان محترم دکتر ارزولا نعمت رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان رؤسا معاونین مسئولان و استادان دانشگاه ها اعضای محترم اتحادیه پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی دانشجویان گرامی کلیه مهمانان عزیز خانم ها آقایان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مایه مسرت و افتخار است که تشریف آوری شما را به اولین کنفرانس بین المللی در افغانستان در راستای اهداف انکشاف و پایدار خیر مقدم عرض بکنم همچنین از دکتر جفری ساکس رئیس SDSN Sustainable Development Solutions Network به خاطر اشتراک آنلاینشان در این کنفرانس با وجود برنامه کاری و مشغله‌ای که داشتند نهایت سپاسگزارم باعث افتخار است که از نمایندگان وزارت محترم اقتصاد وزارت محترم تحصیلات عالی دانشگاه‌های همکار متخصصین و علاقمندان در زمینه اهداف انکشاف پایدار به خاطر حضورشان اظهار سپاس و قدردانی به عمل بیارم آجندای 2030 یا 2030 انکشاف پایدار از سوی سازمان ملل با شعار دگرگونی دنیای ما یکی از بلند پروازانه ترین و چشمگیرترین تفاهم‌نامه های جهانی در حداقل دو دهه اخیر است این برنامه با 17 هدف اصلی توسعه پایدار راهنمایی برای مهار مبرمترین چالش های جهان که شامل خاتمه دادن به فقر به بار آوردن رونق اقتصادی در برداری اجتماعی پایداری زیست محیطی و صلح و حکومتداری خوب است برای تمام ملل و تمام مردم تا پایان سال 2030 تهیه و تدارک دیده شده است امروز علاقه فراوان نسبت به اهداف توسعه پایدار از سوی دولت‌ها، تشبثات و سازمان‌ها در کشورهای مختلف مشاهده می‌شود. و می‌توان پیش‌بینی کرد که این اهداف تأثیر بسزایی بر استراتژی‌ها و فعالیت‌های این سهمداران و جریانات مالی توسعه در سال‌های آینده خواهد داشت. در این میان پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی نقش مهمی در نیل به اهداف انکشاف پایدار را دارا می باشند. آموزش، تحقیق، نوآوری و رهبری در کمک به جامعه به منظور برخورد مناسب با چالش‌های ذکر شده ضروری هستند. دانشگاه‌ها با دامنه گسترده فعالیت‌هایشان در خلق و نشر دانش و جایگاه خاصشان در جامعه نقش حیاتی را در دست یابی به اهداف انکشاف پایدار بازی می کنند. به یقین هیچ یک از این اهداف منظورم هم اهداف 17 گانه انکشاف پایدار است بدون حضور و ایفای نقش سکتور تحصیلات دستیافتنی نخواهد بود توجه و فعالیت در راستای اهداف توسعه پایدار مزایای فراوانی را نیز برای دانشگاه ها در پی دارد و با آنها در ثابت کردن تأثیرشان استفاده از فرصت تقاضا برای آموزش رشته های مرتبط به اهداف توسعه برقراری همکاری های جدید دستیابی به جریانات سرمایه گذاری و افزایش شهرت و اعتبار دانشگاه مسئول و آگاه کمک خواهد کرد آموزش و پژوهش به طور واضح در تعدادی از اهداف توسعه پایدار گنجانیده شدند و پوهنتون‌ها نقش مستقیمی در تحقق آنها دارند. روی هم رفته سهم دانشگاه‌ها در توسعه پایدار بسیار گسترده است. به طوری که این نهادها می توانند حتی در تطبیق چارچوب اهداف انکشاف پایدار فعالیت مؤثر و مثمر داشته باشند. بعضی از حوزه‌های اصلی سهمگیری نهادهای تحصیلی را قرار ذیل خدمتتان ارائه می کنم اول یادگیری و آموزش که
که شامل موضوعات موارد ذیل است. ارائه دانش، مهارت و انگیزه به محصلان برای درک و پرداختن به موضوع اهداف توسعه پایدار و به طور ویژه آموزش توسعه پایدار در دانشگاه ها. فراهمسازی تخصص آکادمیک و مسلکی برای ارائه و اجرای راه حل های این اهداف. میسر ساختن تحصیل قابل دسترس، مقرون به صرفه و همشمول. ارائه خدمات جهت ارتقای ظرفیت برای محصلان و مسلکی ها. توانمندسازی و انگیزش و تحرک قشر جوان. اینها موضوعاتی است که شامل بحث یادگیری و آموزش است. دوم، پژوهش که شامل موارد ذیل است. ارائه دانش لازم، راه حل های مبتنی بر تجربه، تکنولوژی، روش ها و ابتکاراتی که تطبیق اهداف را از طریق رویکردهای علمی میان رشته‌ای و چند رشته‌ای تقویت و تسهیل کنند. خوب است یک اشاره کوتاهی در اینجا داشته باشم منظور چی هست. به هر حال همه ما و شما می‌دانیم که پژوهش در نهایت منجر به تولید علم خواهد شد، اما شاید تا به حال پژوهش‌ها کمتر حالت بین رشته‌ای، میان رشته‌ای یا چند رشته‌ای را داشته باشه. اما نظر به آنچه که در اهداف توسعه پایدار گنجانیده شده، شاید ضروری است تحقیقات حالت میان رشته‌ای را داشته باشند، به این معنا که شاید در زمینه پژوهش به بعضی از ابعاد توجه نشه، اما زمانی که مجموعه از رشته‌ها با هم در یک زمینه تحقیقات را انجام میدن، همه ابعاد از او در نظر گرفته میشه. مثال رو واضح‌تر بکنم، به این حالت که به عنوان مثال شاید یک مسئله اقتصادی موضوع تحقیق باشه، اما به مسائل حقوقی از او توجه نشده باشه، به مسائل زیست محیطی از او توجه نشده باشه، در حالی که اگر محققین از این چند رشته با هم سر این موضوع تحقیق بکنن، تمامی ابعاد مورد توجه قرار خواهد گرفت و نتیجه او تحقیق مؤثرتر و در راستای همی اهداف توسعه پایدار خواهد. در ادامه، فراهمسازی شرایط ارتقای ظرفیت تحقیق و رشد آمار محققان در رشته‌های مختلف، همکاری و تقویت با گروه‌های مبتکر در تطبیق راه حل‌های اهداف توسعه پایدار، ایجاد تنوع در فعالیت‌های پژوهشی و تربیت دانشجویان برای انجام تحقیقات در زمینه اهداف توسعه پایدار. موضوع سوم، مدیریت، فرهنگ و عملیات سازمانی در داخل پانتون هاست که شامل موارد ذیل است. تطبیق اصول اهداف انکشاف و پایدار از طریق اصلاح ساختار اداری، استراتژی ها، طرز العمل ها و اصلاح تصامیم عملیاتی مانند استخدام، امور مالی، خدمات دانشگاهی، تدارکات، منابع بشری و مدیریت امور مربوط به محصلان. چهارمین و آخرین موضوع، رهبری در خارج از دانشگاه است. تقویت تعهد و اشتراک عمومی به منظور تحقق اهداف توسعه، بنیاد نهادن و سهولت بخشیدن به کنش و گفتمان میان سکتورها. به صورت مشخص تاکید ما روی عزیز که چطور میشه ارتباط بین نهادهای تحصیلات عالی خصوصی، ارگانهای دولتی، نهادهای تحصیلات عالی خصوصی، نهادهای بین المللی همکار، نهادهای تحصیلات عالی خصوصی، صنعت و بازار کار برقرار شود. چطور این ارتباط رو بین این نهادها برقرار کنیم تا مفید و مؤثر در راستای اهداف انکشاف پایدار فعالیت کنند. اطمینان از نمایندگی مؤثر سکتور تحصیلات عالی در تطبیق اهداف در سطح ملی، کمک به ایجاد پالیسی های مبتنی بر اهداف توسعه پایدار و تبارز تعهد این سکتور، منظور سکتور تحصیلات عالی است، به اهداف توسعه پایدار است. از طریق فعالیت در این چهار حوزه، پوهنتون ها در دست یافتن به اهداف توسعه پایدار نقش به سزایی خواهند داشت. با این وجود به منظور تحقق بخشیدن هرچه بیشتر این اهداف در سطح ملی و بین المللی، دانشگاه ها نیازمند تشویق و حمایت و تبدیل شدن به قهرمانان توسعه پایدار و ایفای نقش
برجسته‌شان در تطبیق این اهداف هستند. نقش تحصیلات عالی و سکتورهای پژوهشی آشکارا در چندین هدف انکشاف پایدار گنجانیده شده است، اما سهم گرفتن مستقیم و مؤثر پوهنتون‌ها در سطح گسترده به منظور نیل به این اهداف لازم و ضروری است. آجندای اهداف انکشاف پایدار محدوده وسیعی از چالش‌های مرتبط به مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را تحت پوشش قرار داده و کارکرد منحصر به فرد و کاردانی پوهنتون‌ها برای غلبه بر این چالش‌ها حیاتی است. به یقین میتوان گفت نائل شدن به اهداف توسعه پایدار بدون در نظر داشت نقش دانشگاه‌ها امکان پذیر نیست. اهداف توسعه پایدار با تکیه بر اینکه رابطه عمیقی میان ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی این توسعه وجود دارد، تمام امکانات و ابزار لازم را برای تطبیق جستجو میکنه که از طریق مشارکت همگانی، تخصیص بودجه لازم، اتخاذ سیاست‌های مناسب و غیر ممکن خواهد بود. این اهداف بررسی چالش‌های پیش رو را مسئولیت همه می‌داند. تک تک افراد که در این سرزمین زندگی می‌کنند در این قسمت مسئولیت دارند و به صراحت از مؤسسات تجاری، جامعه مدنی، سکتور آکادمیک و دولت دعوت به عمل می‌آورد تا برای دستیابی موفقانه به اهداف انکشاف پایدار با همدیگر در همکاری نزدیک باشند. دانشگاه‌ها می‌توانند به طور فعال در تطبیق اهداف توسعه پایدار در سطوح محلی و ملی این گونه فعالیت کنند. برقراری و یا افزایش ارتباطات همکاری میان سکتورهای صنعت، دولت، جامعه، سازمان‌های غیر دولتی پیرامون چالش‌های مربوط به تطبیق اهداف توسعه پایدار. ایفای نقش رهبری در توسعه پالیسی های انکشاف پایدار که شامل پروژه های خلاقانه برای شناسایی مسائل و چالش ها، توسعه پالیسی ها و استراتژی ها، الگوسازی آینده احتمالی با و یا بدون اثر این اهداف، نظارت و گزارشدهی از فرایند تطبیق اهداف و توانمندسازی مدیریت انتباه پذیر. ارائه نظریات تخصصی راجع به تطبیق SDG به دیگر سکتورها از قبیل شرکت‌های تجاری و نهادهای دولتی، ارائه نظرات کارشناسانه درباره اهداف و شاخص‌های محلی SDG و نظارت و گزارش‌دهی از مکانیزم‌های عمل، استفاده از اهداف توسعه پایدار به عنوان مبنای یادگیری و استفاده از آنها در برنامه‌های آموزشی و پژوهشی. در اخیر قابل یادآوری است که دانشگاه‌ها می‌توانند نقش عایز اهمیت خود را در رفع چالش‌های حیاتی در جهان و دستیابی به اهداف توسعه پایدار ایفا کنند. دانشگاه‌ها می‌توانند از طریق بسیار مهم است این موضوع. دانشگاه‌ها می‌توانند از طریق آموزش نسل بعدی رهبران، مبتکران و متفکران، آنها را با چالش‌های جهانی و نقششان در رویارویی با آنها آشنا سازند و آماده سازند. دانشگاه‌ها از طریق تحقیق و تربیت پژوهشگرانی که پیشرو در کشف راه حل‌های پایدار اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و تکنیکی برای مشکلات ملی و جهانی هستند، مؤثر واقع خواهد شد. نهایتاً ابتکار در عملکرد دانشگاه‌ها می‌تواند الگویی برای دیگر سازمان‌ها و سایر نهادها باشد. لازم است برای دنیای آینده دانشگاه‌ها نقششان را در دستیابی به اهداف توسعه پایدار به درستی ایفا بکنند. خواهش ما از دستاندرکاران در دولت، از نهادهای بین‌المللی همکار این هست که نهادهای تحصیلات عالی را مورد حمایت خود قرار بدن. آنچه مسلم است ارتباطی است که یا ایجاد نشده یا اگر ایجاد شده بسیار ضعیف است. همه کسانی که در اینجا هستن افراد آکادمیک می‌دانند خودشان، محصلانشان، نهادهایشان فعالیت‌های آموزشی و تحقیقی بسیار زیادی را انجام دادن، مخصوصاً اگر روی پژوهش بحث بکنیم. اما نتایج پژوهش‌هایتان چه دردی یا چه مشکلی از کدام ارگان دولتی را رفع کرده است؟ ما
ممکن است به خیلی از چالش‌ها شما پرداخته باشید، اما در نهایت گوشه کتابخانه پوهنتون‌های ما نتیجه فعالیت‌های تحقیقی ما خاک می‌خوره و از اونها شاید استفاده مثمر نشود. دانشگاه کاتب هیچ گونه وابستگی سیاسی، جناحی و یا حزبی ندارد. یک نهادی هستیم که دغدغه ما دغدغه ملی است، همانطور که تمام نهادهای تحصیلات عالی که اینجا حضور دارن دغدغه ملی دارن. دغدغه ما مبارزه با فقر است، دغدغه ما برابری جنسیتی است، دغدغه ما آموزش معیاری در کشور است، دغدغه ما پژوهشی است که در نهایت به رفع چالش ها در کشور بیانجامه. دغدغه ما و همه مردم افغانستان صلح است. تمامی اینها رو شما اگر مشاهده کنید در اهداف توسعه پایدار در جای جایش نهفته شده و شما میبینید. حکومت ها میآیند و میروند، اما آنچه که در این اهداف توسعه پایدار هست در آموزه های دینی ما وجود دارد. لذا پیشنهاد ما ایست، خواهش ما ایست که نهادهای بین المللی همکار هم در کنار دولت قرار بگیرند، با ما همکاری بکنند به سمت این که آنچه که نیاز داریم در درون جستجو کنیم، به دنبال پژوهشگر از بیرون نباشیم. بیایند ارتقای ظرفیت بر ما انجام بدن، اما به نیروی داخلی خود، به متخصصین خود اعتماد کنیم. من فکر میکنم آینده بسیار زیبایی بر ما متصور خواهد بود اگر به همدیگر اعتماد کنیم، روی پای خود بیستیم و تلاش کنیم او حلقه های مفقوده ارتباطی را پیدا بکنیم. قاعدتاً جایگاه دانشگاه های ما نباید آن چیزی باشه که امروز هست. دانشگاه ها در کشورهای توسعه یافته امروز صحبت از نسل چهارم دانشگاه در اونجا مطرح هست. ما آیا نسل دوم هستیم؟ سوال اینجا است. اصلا نسل سوم دانشگاه ها در مورد چه صحبت میکنه؟ دانشگاه های کارآفرین چگونه دانشگاه هایی هستند؟ چه ارتباطی با صنعت و بازار کار دارن؟ چه ارتباطی با دولت دارن؟ و ما کجا مشکل داریم؟ امیدوارم در امروز این کنفرانس به موفقیت برگزار شود و اهداف مورد نظرش به دست بیاید. وقت شما را دیگر نمیگیرم. تشکر از اینکه توجه کردید. سپه یوسفی صاحب، از یک طرف شروع کنیم. رئیس دانشگاه کاتب آقای ناپلیون نوارو، معاون اداره انکشافی ملل متحد در کابل دکتر سب نعمت الله ارزالا نعمت، رئیس اداره ایاریو، هیئت رهبری و اساتید پوهنتون کاتب، سایر پوهنتون‌های دولتی و خصوصی، اعضای محترم کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار، دوستای عزیز رسانه، خانم و آقایان، صبح همگی بخیر. در قدم نخست از ای ابتکار دانشگاه کاتب بر تدبیر ای برنامه خیلی ارزنده اظهار سپاس میکنم و من ایسی یک دانشگاه خصوصی این قدمشان یک قدم بسیار نیک میدانم و برشان تبریک میکنم. این گام بر ایجاد یک گفتمان علمی پیرامون یک موضوع بسیار مهم علمی، مهم ملی و آن هم تحقق اهداف انکشاف پایدار است. همونطوری که در صحبت‌های قبلی هم جناب رئیس به دانشگاه کاتب و هم آقای جفری ساکس معلومات مکمل دادن راجع به اهداف انکشاف پایدار، شما میدانین که این اهداف تنها متمرکز به توسعه و اقتصاد نیست. این برنامه اون رقمی که معلوم است 17 هدف عمومی دارد و یک اجندای جهانی است الا سال 2030. از فقر و گرسنگی گرفته تا تعلیم و صحت با کیفیت، آب پاک، انرژی پاک و قابل تجدید، صنعت، بار اول است که در برنامه های انکشافی مسئله صنعت رو هم شامل میکنند، مسئله کار با عزت، عدالت اجتماعی، شهرهای پایدار، مسائل محیط زیستی و اقلیم و تحقق عدالت، صلح و نهادهای قوی اهداف مهمی است که در این 17 هدف شامل است. افغانستان فعلا 16 هدفش تعقیب میکنه. یکی از اهداف که زیاد با ما ارتباط نداره در حالت امروزی مسئله ارتباط با ابهار و
زندگی زیر بحر است. اگر کدام روز به بحر وصل شدیم، باز انشاءالله او هدفم تعقیب خواهد کرد. همکارای گرامی، در وضعیت خاص انکشاف اقتصادی که افغانستان قرار دارد، این یکی از بهترین فرصت‌های است که افغانستان قادر می‌سازد تا از همچو برنامه جهانی بهره لازم ببره. وقتی به شاخص‌های کلان اقتصادی در افغانستان مانند فقر، بیکاری، کسری تجارت، عدم مسئولیت غذایی، رشد بلند نفوس و رشد متزلزل اقتصادی دیده میشه، با وضوح و ملاحظه میرسه که این شاخص‌ها در حالت خوب قرار نداره. بیشتر از پروفسور جفری ساکس شنیدیم که افغانستان در بین 195 کشور در حالت فعلی از نگاه شاخص‌های توسعه در قدم 153 قرار داره. شما بارها از وزارت اقتصاد، از اداره سایه و از سایر ادارات شنیدین که میزان فقر در تمام ابعادش در افغانستان بالاتر از 50% است، بخصوص در نقاط دوردست و توسعه کمتر توسعه یافته. با آنکه قدرت خرید هنوزم در افغانستان بد نیست، ولی به علت پایین بودن تولید در افغانستان کسری تجارت 90% است، یعنی بیشترین اقلامی که ما در بازار در مارکت داریم وارد میشه، در صورتی که اکثر از اقلام میتونه با اندک توجه زمینه تعویزش و تولید و تولیدش در داخل مهیا شود، ولی جنگ، بی‌ثباتی سیاسی، کمبود برنامه‌های تولید بخصوص در محور سکتور خصوصی این فرصت‌ها را به ما کمتر میسر ساخته. متاسفانه به دلیل پایین بودن ظرفیت بازار، بیش از 2.4 میلیون جوان ما که فعالانه پشت کار می‌گردند هنوز در بازارهای کار جذب نشدند. رشد اقتصادی ما روند مثبتش داره، اما این حرکت نیاز به سرعت داره. در سال جاری اداره احصایه این رشد از 3% و با در نظر داشته بارندگی های خوبی که امسال بود، ما احتمال تخمین بالاتر از این هم داریم. با وجود از او هم با در نظر داشته رشد سریع نفوس که میبینیم و با در نظر داشته از اینکه سرعت نفوس در افغانستان نسبت به کشورهای منطقه بیشتر است، در طویل المدت این به معنای افزایش فقر است، بیکاری و حتی تبدیل شدن به معضلات بیشتر اجتماعی اگر ما از امیال برنامه ریزی نکنیم. اینجاست که نقش برنامه‌های بزرگ مثل اهداف انکشاف پایدار که یک برنامه است الا سال 2030 مهم میشه و اهمیت حیاتی پیدا میکنه. اهداف انکشاف پایدار افغانستان من حیث یک استراتژی چندین منظوره، تنها در بستر مشارکت عمومی در سطوح مختلف، مرکز و ولایات، در دولت و بیرون از دولت، مثل برنامه امروزی که نقش دانشگاه ها را ما در این برنامه به بررسی میگیریم، میتونه که تحقق پیدا بکنه. همچنان باید یادآور شویم که یاجندا نه تنها زمینه شریکسازی تجربه کشورهای موفقه که در تطبیق برنامه دارند میسر میسازه، بلکه کشورهای توسعه یافته را کمک میکنه که به صورت راحت از طریق همکاری های دراز مدت با کشورهای در حال توسعه منابعشان را بسیج بسازند. همیشه کشورهای دونر میبینند که آیا یک کشوری که به کمک نیاز داره برنامه داره یا نه. برنامه سازی ما در این راستا ما را کمک میکنه که کشورهای دونر هم منابعشان را درست‌تر تنظیم بکنند و بسیج بسازند. وزارت اقتصاد من حیث هماهنگ کننده و رهبری کننده استراتژی در کشور، در همکاری با نهادهای زیربط حکومتی، تمویل کنندگان، جامعه مدنی، سکتور خصوصی و مراجع اکادمیک، در دو سال گذشته قدم‌های مهم را برداشته و کارهای تهداوی را برای استراتژی الی سال 2030 انجام داده. صرف دو سه نمونه از زیر خدمت شما میگم. قسمت اول ایجاد یک ساختار نهادی بوده که همی هماهنگی را در میان نهادهای مختلفی که بیشتر ذکر کردم، مسئله پلانگذاری را و تحققی برنامه را بهتر بسازه. این هم در داخل وزارت اقتصاد ایجاد کرده، هم در بین ادارات که میتوان از ایجاد کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار که تحت رهبری جلال اتماب رئیس به اجرایی کشور است
و ریاست مشترکش وزارت اقتصاد و رئیس UNDP در افغانستان با عهده داره نام بگیره. این ساختارها چه در سطح تکنیکی و چه در سطح پالیسی هم اکنون بیش از 100 جلسه را دایر کردن و این جلسات قسمی که پیشتر گفتم در سطح پالیسی و تصمیم گیری و سطوح تکنیکی بوده. 76 برنامه آموزشی و آگاهی دهی در مرکز و ولایات دایر شده تا مردم و بخصوص کسایی که در داخل حکومت هستند، در نهادهای زیربط هستند، از موضوعات مهم این برنامه آگاهی پیدا بکنند. ضمناً وزارت اقتصاد در کنفرانس ژنو که آخرین کنفرانسی برای مسائل مربوط به افغانستان بود، برای جلب حمایت تکنیکی و مالی جلسه وسیع با همکارای بین‌المللی داشت که ما از نتایج از او خیلی خرسند هستیم. ضمناً گزارش پیشرفت کار در قسمت برنامه اهداف انکشاف پایدار در سال 2017 در جلسه انجمن سیاسی در سطح وزرا در خود مقر سازمان ملل پیشکش شد که ما در او هم تانستیم که حمایت‌های لازم را با خود بگیریم. ده‌ها کار عمده دیگری در این ارتباط صورت گرفت. در نتیجه تلاش‌ها ما توانستیم تا برای اهداف انکشاف پایدار در سطح افغانستان یک چارچوب تطبیقی ملی را تهیه بکنیم که شامل 16 هدف است، چیزی که بیشتر گفتم. این 16 هدف عمومی است ولی 110 هدف مشخص‌تر و کوچک‌تر دارد با 177 شاخص. دو سند بسیار مهم، یکی سند بومی سازی شده ی اهداف انکشافی، قسمی که قبلا گفتم اهداف انکشافی پایدار یک اجندای جهانی است ولی ایره هر کشور باید بومی سازی بکنن بر اساس شرایطشان و حالتشان. با جرات ما رئیس به اجرایه خوش آمدید میگیم. قسمی که گفتم چون این اهداف و این اجنده یک اجنده جهانی است، هر کشور نیاز داره که یک سند بومی سازی شده یا محلی را برای کشور خود در ارتباط تهیه بکنه. و سند دومی، سند چارچوب انطباق دهی اهداف با برنامه هایی که همکنون در ادارات مختلف زیر کار هستند و یا تدوین شدن، این چارچوب انطباق دهی بوده که بر مبنای آن تطبیق این اجنده انکشافی در دو مرحله صورت میگیره. یکی مرحله همیال الا سال ختم سال 2020 است که بیشتر سر مسئله هماهنگی، انسجام و پلانگذاری تمرکز داره، و مرحله دوم که یک استراتژی تطبیقی 10 ساله است برای سالهای 2021 الا 2030 که در آن تمام برنامه های انکشافی حکومت صرفا مبتنی بر این اهداف انکشافی تهیه میشن و بیشتر متمرکز بر تطبیق، نظارت و گزارش دهی خواهد بود. این اسناد در کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار که رهبریش جلالت ماب رئیس به اجرایه دارند در جلسات شورای وزیران و شورای عالی کاهش فقر و شورای عالی اقتصادی تایید شدند، ولی مدتی است که منتظر هستیم تا در اجنده کابینه گنجانیده شود و تصویب شود و ما عملا به تطبیق از او بریم. اما برای تحقق این اهداف تا سال 2030 ما راه درازی را در پیش رو داریم و ما به عنوان وزیر اقتصاد فراخوان همکاری را با تمام نهادهای دولتی به شمول دانشگاه ها دارم تا در این امر مهم همه با هم به دست آوردن این اهداف و تعالی زندگی مردم ما تلاش کنیم. با توجه به وسعت و گستردگی این برنامه، رسیدن به این اهداف و حفظ پایداری نتایج آن نمیتواند تنها با تلاش دولت تحقق یابد، بلکه مشارکت سکتور خصوصی، جامعه مدنی و نهادهای آکادمیک، دانشگاه ها و رسانه ها در آن حتمی است. اکنون در همکاری با اداره انکشافی ملل متحد یا UNDP ما، وزارت اقتصاد و همکارای ما در پروسه اهداف انکشاف پایدار سرگرم تهیه یک مدل اقتصادی هستیم، یک مدل اقتصادی 10 ساله‌ای که مبتنی بر همین اهداف انکشافی باشه و این اولین مدل اقتصادی از نوع خود در افغانستان خواهد بود و در اینجا هم نقش دانشگاه‌ها میتونه بسیار مهم باشه و اونا میتونن در این قسمت با ما یک جای کار بکنه. در این راستا ماه گذشته ما میزبان یک هیئت 16 نفره متخصصین بین‌المللی در این راستا بودیم تا به همکاری و این هیئت به همکاری اداره انکشافی ملل متحد اینجا حضور یافته بودند.
که در یک هفته حضورشان در کابل و جلسات متعددی که با همه نهادهای زیرب داشتند بررسی های اولیه خود را انجام دادند و در همکاری با همکاران ما در وزارت اقتصاد عملا کار را روی ایجاد این مدل اقتصادی کلان مبتنی بر SDGs در آغاز کردند. جا دارد که در اینجا به نمایندگی از خود و همکاران ما در وزارت اقتصاد و حکومت از رئیس جدید UNDP آقای الدرداری که امروز تشریف ندارند و در این پروسه همکاری ارزشمند کردن اظهار قدردانی بکنند. هدف این مدل اقتصادی تحلیل پالیسی ها و اولویت های کشور است در چارچوب اقتصاد کلان تا شورای وزیران و کابینه را قادر بسازه در اولویت بندی سرمایه گذاری و اولویت بندی بودجه و منابع تصامیم مبتنی بر شواهد اتخاذ بکنه. اکنون کار روی ایجاد یک سیستم منظم معیاری و داشبورد جهت نظارت و ارزیابی و گزارش دهی هم جریان داره، چیزی که بیشتر پروفسور جفری ساکس هم بالای از او اشاره داشته. یک مرکز ملی تحقیق و تحلیل مشخص بر اهداف انکشاف پایدار را در چوکات مرکز تحلیل های اقتصادی افغانستان در وزارت اقتصاد ایجاد میکنه و سلسله ای از کنفرانس های علمی برای شرکای انکشافی و دیگر نهادهای ذینفع در کشور در جریان است. با در نظر داشت کارکردهای کنونی و هماهنگی مؤثری که ایجاد شده میتوانم به شما مژده بدم که اگر به همین منوال پیش بریم از بسیاری از کشورهای دیگر رجحان در راستای تحقق این اهداف ان شاء الله پیشی خواهیم گرفت. با عنوان وزیر اقتصاد یک بار دیگر به این باور هستم که ما نمیتونیم این بار سنگینه به تنهایی به دوش بکشیم و نهادهای اکادمی که داخلی و خارجی مانند دانشگاه کاتب در ایجاد فضای مناسب برای تحقق این اهداف میتوانند در بخش های پژوهشی، تحقیقی، نظارتی، مشوره‌دهی و آگاهی عامه به خصوص قشر تحصیل کرده نقش مهم داشته باشند. چیزی که بیشتر جناب یوسفی صاحب گفتند، میدانیم ما اساتید ما، محصلین ما قهرمان های اهداف توسعه پایدار شوند و در این راستا در 16 هدفی که ما داریم میتونیم بر علاوه دانشگاه کاتب دانشگاه دیگر شامل بسازیم. میتونیم یک هدف یک دانشگاه پیش بریم، میتونیم چند هدف یک دانشگاه با او کار تخصصی انجام بدن و همچنان امیدوار هستیم که تا رشته های تحصیلی در مقطع لیسانس و ماستری را ما تنها در بخش اهداف توسعه پایدار داشته باشیم، چرا به این حال و سال 2030 راه درازی داریم. پس با استفاده از این فرصت یک بار دیگر به تمام نهادهای علمی صدا میزنم تا بیاین و در این موارد با ما همکار شوند و با استفاده از فرصت یک بار دیگر از دستاندرکاران این نمایش بزرگ به خصوص جناب یوسفی صاحب و همکارانشان در دانشگاه کاتب اظهار سپاس و قدردانی بکنم. تشکر. Excellency Mr. Minister of Economy, respected Chancellor Yousafi, respected Dr. Nemat, distinguished guests. Before I begin, let me share the greetings of Abdallah Al-Dardari, UNDP resident representative, who is unfortunately not able to be here today, but is in spirit. I always wish to congratulate Kateb University for this effort. I understand it's the first. Congratulations. I want to talk about three things. Assume you understand UNDP's role in SDGs. Maybe we spend a few minutes on that. Two, I will talk about how UNDP, under the leadership of the Ministry of Economy, has been implementing SDGs. And last, what does this mean for universities, academia, and think tanks in Afghanistan? First, as mentioned by previous speakers, unlike the MDGs, the SDGs recognize the complexity involved, that there are interdependencies. It also talks about how no single agency or ministry can actually undertake the task. And that's why, as His Excellency Mastur mentioned, he's pleased for the support. In fact, if the SDGs are to be achieved, it should be achieved in a whole of society, or at least a whole of government approach. And that will include the universities. Unlike other UN agencies, UNDP, under the UN reform, has been tasked to support governments and other UN agencies to help achieve the SDGs in every country. And other UN agencies focus on their mandate, although UNDP is obligated to work with other UN agencies to help the government achieve. So it's a little different in terms, because it recognizes that SDGs are fundamentally complex.
How has this mandate been translated globally and in Afghanistan? The UNDP globally has four roles to help the UN, the government and other UN agencies. First, policy and program solutions to achieve the SDGs. Two, providing support for metrics and analysis to understand. Third, SDG financing, and last, knowledge and innovation. And as His Excellency Mastur said earlier on, there was a roundtable discussion held here 3 weeks to a month ago, discussing specifically in what they call integrative modeling, working with the government to develop an economic model to be able to understand how policies have an impact, not just on income, but across all 16 SDGs. Therefore, we're also working under the leadership of the Ministry of Economy on supporting the effort in prioritization, data, mainstreaming, and localization, as well as looking at the 2020 to 2030 roadmap, which His Excellency Minister Mastur described earlier on. And this is part, the goal is to have an integrative model which different ministries can use to have a policy dialogue to actually look what are the trade-offs and synergies. If we invest in agriculture, what is implication in terms of water? If we invest in public health, choice between preventive or, let's say, curative medicine, which is not that straightforward because in Afghanistan, among the top five morbidity are two non-communicable diseases. What does that mean? Let me finish by talking about what does this mean for universities and think tanks in general? I posit two implications. First, universities and academia as generators of knowledge, I would propose a policy development model which I've seen in China. The fact is, every ministry is busy running the country. And I think Your Excellencies would understand that, you know, the time and effort spent takes a lot of time. So in China, they developed a model where every ministry actually has a think tank, which is actually a university. So I can speak, for example, our work in China on climate change. The main think tank was Tsinghua University. We also had similar universities working with regard to the issues of the 270 million migrant workers who were basically unintegrated into the coastal cities, and yet they were the same 270 who were driving China's economic growth, but yet they did not have education, they could not get health, they could not get housing. And so the whole issue is, how do you deliver public services to them? And we actually work with think tanks from the government. And the thing about the think tanks, they were given a lot of leeway to work with civil society. Maybe the ministries cannot reach out across for political reasons, but the think tanks and the university allow that. And so, as a model, perhaps the government of Afghanistan or the university may want to consider building on what Jeffrey Sachs said earlier as an SDSN, but more using the think tanks to support discussions across the government. My second point, implication from a more from a development pathway perspective, what is the role of universities in Afghanistan in today's world? AREU likes to talk about late development challenge of Afghanistan. The fact that in today's industrialization, you talk about industrialization 4.0. You are now in what they call in economics as in the demographic dividend period. And we look at the history of East Asia, China, Singapore, Hong Kong, Taiwan, Japan. The fastest economic growth in their period happened during the demographic dividend period. What is this period? It's the time, like in Afghanistan, where half of your population is below the age of 25, where your fertility rates may be high, but that's always an opportunity because most of the world around is already below fertility replacement rate. The question is, if Afghans are going to participate in the world that's aging, investments in human capital will be important. And now is the time. It is a demographic dividend transition. And if you learn from the lessons of East Asian countries, this is the time of great opportunity as well.
But as said earlier on, if not careful, I can think of a couple of countries where during this period, if it wasn't taken advantage of, it can cause serious problems. You have 400,000 people entering the workforce every year. Jobs have to be created. And yes, the people, the youth, have to be educated. And on that note, I wish to congratulate the government of Afghanistan for the great work done in terms of the Afghan Sustainable Development Goals, to the Ministry of Economy for their leadership, and to the Khatib University for hosting this organization. Thank you very much. Mustafa Masood, Wazir Saheb, Wazarat Iqtisad, Dr. Saheb Muhtaram Yusufi Saheb, حاضرین در مجلس نمایندگان جامعه مدنی نمایندگان محترم نهادهای اکادمیک صبح همه شما بخیر با در نظر داشت مدت زمانی کوشش میکنیم که مختصر صحبت کنیم به نمایندگی از واحد تحقیق ارزیابی افغانستان میخوایم بگویم که افتخار بزرگ است بر ما در همکاری با پانتون محترم کاتب و اعضای رهبری میشان که امروز در گفتمان پیرامون نقش پانتون‌ها و نهادهای تعلیمی و اکادمیک در عرصه تحقیق در رابطه با اهداف انکشافی پایدار در این صحبت و گفتگو اشتراک می‌کنیم. ما واقعا افتخار داریم که به مثابه یک نهاد مستقل تحقیقاتی در افغانستان موفق شدیم تفاهم‌نامه‌های را با نهادهای مختلف از جمله نهاد محترم تعلیمی کاتب هم به امضا برسانیم که در نتیجه از او در ابتکارات بزرگ چون ابتکار امروزی بتانیم مشترکاً کار بکنیم. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان چنان که ممکن برای اکثر شما معلوم باشه یک نهاد تحقیقاتی مستقل و بی‌طرف تحقیقاتی هست که در کابل مستقر هست و از سال 2002 به این طرف فعالیت‌های داشته. هدف و رویای نهاد واحد تحقیق ارزیابی افغانستان افغانستان است که تصامیم در رابطه با پالیسی ها در آن مبتنی بر شواهد بحث های آزاد و آگاهی های عامه و شواهدی که به خصوص از وضعیت عینی کشور می استوار باشند. هدف و ماموریت اداره ما مشخصا انجام پژوهش های با کیفیت و مربوط به پالیسی و انتشار فعالانه نتایج آن با شرکای آگاهی دهی پالیسی و عمل می باشه و همچنان کمک به ترویج فرهنگ تحقیق و مطالعه و مخصوصا تولید دانش می باشه. اداره ما به مثابه یک منبع مهم معلوماتی با کیفیت معیاری یکی از منابع اصلی تحقیق پیرامون افغانستان برای کارشناسان مراکز علمی بوده و به عنوان یک اداره تحقیقاتی قابل اعتماد و مستقل و پژوهش دقیقی که انجام داده با موقع و قابل توجه و مبتنی بر شواهد شهرت خوب را به دست آورده که هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی ما افتخار داریم که نام افغانستان در قسمت تحقیقات مبتنی بر شواهد به دنیا شناختیم مخصوصا شناسایی را که ما میگیریم در این شرایطی که در افغانستان مشکلات گسترده وجود داره همکارای تحقیقاتی ما در ساحات مختلف ساحات جنگی و غیر جنگی رفتن و با جمع‌آوری معلومات و شواهد تانستن که تحلیل دقیق را از اوضاع همیشه ارائه کنن اداره ما با استفاده از متدها و روش‌های علمی و تحقیقاتی همیشه مصمم بوده که در راستای یک نظام قانونمند و مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک از طریق ارائه تحقیقات که انجام می‌دهیم فعالیت داشته باشند و فعالیت‌های اداره واحد تحقیق ارزیابی افغانستان مدتاً روی مدیریت منابع طبیعی، مطالعات جنسیتی، مسئولیت‌های اجتماعی و معیشت، حکومتداری و اقتصاد سیاسی، تحقیقات حقوقی و بازنگری از قانون اساسی و همچنان مطالعه مهاجرت‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای بودند. اهداف به خاطر ذکر می کنم که یا فعالیت های خود به خاطر ذکر می کنم که روی از این موضوعات متمرکز هست که چنان که ما امروز روی اهداف انکشافی پایدار صحبت می کنیم نیاز به این هست که هر اداره و نهادی که در بخش های مختلف کار می کنن
قسمی که جناب وزیر صاحب قبلا هم فرمودن، این اهداف بسیار گسترده هست و تمام موضوعات زندگی اجتماعی، زندگی اقتصادی ما را در بر میگیره. به او خاطر خوشبختانه میتونم بگویم که در پلان استراتژیک اداره واحد تحقیق ارزیابی افغانستان هم به این اصل تاکید شده که در کنار تحقیقات مشخص در ساحات مختلف، ما فعالیت ها و مطالعات را در حقیقت انجام میتیم در همکاری و هماهنگی با ادارات محترم دولتی که عمدتاً مسئولیت زیر دارن، به خصوص وزارت محترم اقتصاد، کمیته های اجرایی که در رابطه با اهداف انکشافی پایدار کار میکنن، تا ای که ما بتانیم همکارای دولتی خود از طریق تحلیل هایی که بر بنیاد شواهد ارائه میسازیم کمک کرده باشیم. فقر و بیوزلی تا پای تکی خودل، دلوگی سر مبارزی، روغتیایی، اسانتیاوی، تلسرسی، خوونه و روزنه پلوار کیفیت سره، د خزو او نارینه و ترمنز برابری، پاکی اوبو او ارزان انرژی تا لسرسی، د کار او خواهید لستر اوڑل، د دی هدف یو برخی دی. منت دا مهمه ده چه دی بندی هم تاکید وکو چه د دغی اهداف و تر درسیدولو لپاره، دې ته اړتیا لیدل کېږي چې د په هره برخه کې چې دغه اهداف تعین شوي دي، په دغه برخو کې څېړنې وشي، مطالعه وشي، تر څو زموږ دولتي همکاران خپل هغه برنامه‌ریزي او خپل هغه پروګرامونه د دې په اساس د افغانستان د عیني شرایط په اساس وټاکي. په دغه برخه کې د خوشحالۍ ځای ده چې زموږ اداره یا د افغانستان د ارزونې او څېړنې اداره یو څه مطالعات تر سره کړی دي. البته تر اوسه هم موږ په دې جریان کې یو دا مطالعات تکمیل نه دي چې نشر شي، خو ان شاء الله چې نږدې راتلونکي کې به د نشر په برخه کې کار وکړو. مګر بیا هم د تاکید سره ویلی شم چې زموږ د مطالعې په اساس کوم خبرې چې جناب وزیر صاحب وکړلې، د وزیر صاحب د اقتصاد محترم مستور صاحب د الاینمنت یا د همترازۍ کورته وایو، په دغه برخه کې افغانستان ډیر ښه پرمختګ درلودلی دی. لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې ان پی پیز لرو یا ملي لومړیتوب پروګرامونه لرو، د دغه ارتباط د انکشافي اهدافو په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي دي، یعنی د ملي په سطحه کې. بله اساسي برخه چې جناب وزیر صاحب هم ورته اشاره وکړله، او هغه لوکلایزیشن دی یا محلي کول یا بومي کول د دې دی چې په هر محل او په هر ولایت یا حتی ولسوالۍ په کچه کې چې کوم فعالیتونه په دې ټولو برخو کې کیږي، د دې ارتباط هم د ملي پروګرامونو برنامو او په حقیقت کې د راپوردهي یا گزارشدهي په برخه کې ورباندې کار وشي. دغه برخه کې اوس هم ستونزې شته دي، او ښایي په دې راتلونکي کلونو کې ورباندې د زیاتو پاملرنو ضرورت ولیدل شي. په دې چې د انکشافي اهدافو لپاره داسې خاص کوم منابع نظر کې نه دي نیول شوي، بلکې دلته ټول بحث شده یو تخنیکي بحث ده، او هغه تخنیکي بحث دا دی چې څنګه موږ خپل هغه روزمره کارونه او فعالیتونه چې کوو، کوم برنامې چې ټاکو، کوم لومړیتوبونه چې ټاکو، هغه څنګه د دې اهدافو سره داسې په رابطه راوړو چې وکولی شو چې دنیا ته یا ملل متحد ته په آخره کې په دې برخه کې راپور ورکړو. نو دغه برخه کې ښایي څه نور هم پرمختګونه شوي وي په د کوم وخت نه چې موږ څېړنې کړې وو، لیکن ضرورت ورته زیاتر لیدل کېږي، او هغه یو ډېره لویه او پراخه او مشترکه کار غواړي د ټولو چارواکو له طرفه. موږ یو بل برخه ته هم پاملرنه کړې چې هغه شپاړلسم هدف دی. په دې اهدافو کې ډېر مختصر د مشرانو په اجازه به ورته اشاره وکم. هغه شپاړلسم هدف دی. دوستان محترم، هدف 16 هم که است در رابطه با صلح، عدالت و نهادهای قوی صحبت میکنن. مشکلاتی که بسیار در افغانستان امروز همگی ما و شما با او سر دوچار هستیم، عدم موجودیت صلح، مشکلات در عرصه دسترسی به عدالت و همچنان نهادهای قوی. ما یک اشاره را البته باید یادآوری بکنم که تفصیل مفصل از زیر باز در بحث‌های بعدی همکارم آقای قیوم سروش خاط کردن در پنل‌ها، ولی اینجا اگر مختصر به گونه مثال بهش اشاره بکنم، در هدف 16 در سطح جهانی
دو شاخص مشخص در نظر گرفته شده که یکی انتقال غیر قانونی پول هست که یک شاخص هست که به اساس از او میشه اندازه‌گیری شود که چقدر در این رابطه کارهای شده و یکی انتقال اسلحه هست که چه قسم اسلحه به صورت غیر قانونی هم چی بیان شاخص‌های بسیار کلی از این رو میگیم. اشاره ما به مسابقه یک نهاد تحقیقاتی که در سطح افغانستان کار میکنه به این موضوعی است که ما نیاز داریم که روی موضوعی بسیار بزرگی که در افغانستان با او یا معضل بزرگی که در افغانستان با او مواجه هستیم و او موجودیت متاسفانه موجودیت اقتصاد نامشروع است روی ازو ما باید کار بکنیم و این موضوع را در نظر بگیریم. ما بسیار مختصر مثال‌های را از یکی از مطالعات که اداره واحد تحقیق ارزیابی افغانستان انجام داده خدمت شما عرض می‌کنم. به طور مثال یکی از مثال‌های اقتصاد نامشروع یا موجودیت یا قوت گرفتن اقتصاد نامشروع در افغانستان موضوع تولید و پروسس هیروئین هست، کشت خاشخاش. ارزش کشت خاشخاش در افغانستان 863 میلیون دلار تخمین شده به اساس مطالعات که اداره ما انجام داده. بیشتر از 500,000 مردم به کار واداشته شده از طریق عمیق منبع اقتصادی که مشروع نیست، قانونی نیست. بیشتر از 263 هزار هکتار زمین مورد استفاده قرار میگیره و همچنان 10% جی دی پی ما را در حقیقت یا عاید سرانه ما را امی اقتصاد به حساب پاپیامی خاشخاش و باز بالاخره به هیروین که میرسه ای میسازه. و با تاسف که نیروهای ضد دولت یکی از منابع مهمشان امی موضوع هست و حتی ممکن قدرت های در داخل ساختار هم وجود داشته باشه که از این به شکل از اشکال منفعت های میبرن. دوستان محترم، ارائه از این مثال به این هدف است که وقت ما میخواییم به اهداف انکشافی پایدار برسیم ما باید بر بنیاد حقایق و شواهد در جامعه ما وجود داره حرکت بکنیم. اگر نکنیم امو است که ما 2030 را من حیث یک تارگت پیش خود داریم و نمیتونیم که به او تارگت یا او هدف برسیم. میفهمیم که من حیث یک کشور که هنوز متاسفانه در حال جنگ و منازعه هست چالش های بزرگ در پیشوری ما وجود داره، ولی با اکنالج کردن یا در حقیقت با پذیرفتن از این حقیقت تلخی که وجود داره ما امکانات از این داریم که ادارات محترم مثل ادارات UNDP و امثال از اونا را متوجه از این حقیقت بسازیم که توقعات را که در راستای پیشرفت در قسمت اهداف انکشاف پایدار در از افغانستان دارن بسیار به شکل مساویانه با توقعاتی که مثلا از انگلستان و فرانسه و یک سلسله کشورهای دیگه مثلا کشورهای اسکندیناوی امثال از او است نداشته باشن. یک معضل دیگه بین المللی از این رسیدگی به این اهداف است. و در نهایت میخوایم بگویم که باز هم تاکید میکنم که ابتکار پانتون محترم کاتب یک ابتکار خیلی بزرگ و ارزنده هست. نیاز بسیار اشد دیده میشه که نهادهای اکادمیک در افغانستان و نهادهای تحقیقاتی مثل نهاد که خودم از او رهبری میکنم یا نمایندگی میکنم ما به صورت مشترک همکارای خود در دولت کمک بکنیم که تا از طریق تحقیقات و مطالعات گسترده اینا بتوانن نظر به شرایط و وضعیت فعلی افغانستان در راستای تعیین امی اهداف و تحقق از امی اهداف در حقیقت کار بیشتر بکنن. تفصیل بیشتر در رابطه با مطالعاتی که ما انجام دادیم همکارای ما بعداً خدمت شما را خواهد کردن. از توجه همگی تشکر میکنم و امیدوار هستم که یک روز پر از موفقیت داشته باشید.